دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر روشندل، سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما، مخاطبین خوبتون، در خدمتون هستم. ممنونم. جناب دکتر، پناهجویان و آوارگان سوری در ترکیه و عراق و لبنان دارای مشکلات ویژه‌ای هستند. چه راهکارهایی از نظر شما برای حل معضل آنان وجود دارد؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. این مسئله به نظر من یکی از مهمترین مسائلی هستش که شاید از طرف دستندرکاران سیاسی و رسانه‌ای باید مورد توجه قرار بگیره و من خیلی خوشحالم که در این رابطه برنامه‌ای رو شما اختصاص دادید. ببینید، برای درک وضعیت پناهجویان و آوارگان سوری که در 4 کشور اردن، عراق، لبنان و ترکیه در واقع مستقر هستند، باید یک واکاوی خیلی روشنی از وضعیت سیاسی در این کشورها داشته باشیم تا تناسب سیاست کمکی اونها رو نسبت به آوارگان درک بکنیم. ببینید، وضعیت خاورمیانه به ویژه در این حوزه یک مقدار شرایط بی ثباتی رو داره طی میکنه. سوریه که خب به دلیل مشکلاتی که برای مشروعیت قدرتش از سال 2012 شروع شد، موجب شد که یک جغرافیای متفاوتی در مورد این کشور ما تصویر بکشیم، به خاطر اینکه حضور قدرت‌های خارجی و نقش آفرینی اونها و دخالت اونها عملا باعث میشه که وضعیت شهروندان سوری در وضعیت خیلی خطرناکی قرار بگیره و اینا مجبور به کوچ اجباری بشن. در ترکیه آوارگان سوری وضعیتشون اصلا خوب نیست. حالا در مورد لبنان من اشاره خواهم کرد، گزارش‌های خیلی متعددی وجود داره که در اونجا هم نسبت به اینها اجحاف و ظلم میشه. لبنان خودش درگیر مسائل و بحران‌های داخلی خودش هست، چه به لحاظ حضور نیروهای در واقع دخالت نیروهای خارجی و عدم تمرکز دولت لبنان و عدم مدیریت خیلی خوب در زمینه بحران‌هایی که در داخل هست. مثلا گروه حزب الله لبنان یک اعمال نظر دیگه ای داره در رابطه با شکل‌گیری دولت و این پراکندگی ثبات سیاسی در خود لبنان مزید بر علت شده. من 3 مسئله رو به طور مشخص میخوام به طور عمده مطرح بکنم. یکی اینه که مسئله مهاجران باید از کنترل کشورهای ذی‌نفع که نقش آفرین هستن و منافع ملی خودشون رو در لبنان یا در سوریه دنبال میکنن باید خارج بشه و به سازمانهای بین‌المللی سپرده بشه. دوم این که این ائتلاف‌های سیاسی پشت پرده که متاسفانه بخشی از اونها هم نظامی هست، بین قدرت‌های خارجی و گروه‌هایی در داخل این کشورها به ویژه در لبنان شکل می‌گیره که هر کمکی هم در واقع دریافت می‌کنن اون رو صرف تقویت توان نظامیشون می‌کنن تا بتونن در مقایسه با اینکه بتونن این کمک‌ها رو به آوارگان اختصاص بدن. سوم اینکه برگ آوارگان و پناهجویان به عنوان یک فاکتور مؤثر از طرف مسئولین سیاسی این کشورها به ویژه لبنان داره استفاده میشه. ترکیه هم همین سیاست رو دنبال میکنه که بتونن امتیازهایی رو از کشورهای دیگه بگیرن، ولی اینکه اون رو به چه شکل بتونن اعمال بکنن روی بهبود کیفیت زندگی پناهجویان ما این رو نمیبینیم. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.